اما نکته دیگه ای که وجود داره، دما برای اندازه گیری نیاز به یه واحد داره. ما اولین واحدی که برای دما معرفی کردیم دمای سلسیوس بود. اما این سلسیوس چی هست؟ این سلسیوس در واقع واحد دما هست که برای اولین بار توسط یک منجم سوئدی به نام آندرس سلسیوس در سال 1121 هجری شمسی ابداع شد. پس این رو به خاطر بسپارید، پاورقی کتابتون هستش. یکای دما درجه سلسیوس هست که با نماد تتا نمایش داده می شود. این واحد برای اولین بار توسط منجم سعودی آندرس سلسیوس در سال 1121 هجری شمسی به کار رفت که نماد آن در روابط بین الملل درجه C هستش. پس یادتون باشه ما در سیستم SI واحد دیگه ای هم غیر از این داریم. اما واحد دیگه ای که براش در نظر می گیرن در SI واحد کلوینه. ببینید بچه ها، در SI کلوین رو واحد استاندارد انتخاب کردن که اون رو با تی نمایشش میدیم. اما این کلوین چی هست؟ ما در سیستم مطالعاتی خودمون وقتی صحبت از گرما و حرارت و دما و این چیزا که میکنیم، منظورمون جنبش مولکولی مواد تشکیل دهنده یک جسم است. پس هر چه جنبش مولکول ها بیشتر بشه، خب طبیعتاً دما هم افزایش پیدا میکنه. حالا اگر من یه جسمی رو سردش کنم، پس به طور طبیعی دما کاهش پیدا خواهد کرد. خب تا کجا میتونین دما کاهش پیدا کنه؟ تا جایی که جنبش ها بیان پایین بیان پایین، یه جا دیگه متوقف میشه، دیگه مولکول های ما هیچ ارتعاشی نخواهند داشت. اون جایی رو که مولکول های ما تمام ارتعاشات خودشون از دست میدن، اصطلاحاً بهش میگن صفر کلوین. یعنی از نظر آقای کلوین ما دمای پایین تر از صفر دیگه نداریم. به همین خاطر ایشون نظرشون این بود که ما نمیتونیم برای دما منفی تعریف بکنیم. پس صفر مطلق رو تعریف کرد به عنوان مبنای اندازه‌گیری دما و دماسنجی رو ابداع کرد به نام دماسنج کلوین که این دماسنج دیگه منفی نداره و در واقع از صفر کلوین شروع میشه تا دمای بی‌نهایت که هر مقداری میتونه باشه. یعنی حد پایین براش تعریف میکنه اما حد بالا تعریف نمیکنه. شاید دانش آموز در این قسمت از من سوال کنه آقای شابدین، چه رابطه‌ای بین اندازه‌گیری کلوین و اندازه‌گیری با سلسیوس وجود داره؟ ببینید بچه‌ها، آقای سلسیوس نظرشون این بود، اون جایی رو که صفر کلوین هست با محاسبات ریاضی حساب کرد، حدود منهای 273 درجه سلسیوس هستش. البته منهای 273 - 15 که ما تو کتابمون فرض می‌کنیم منهای 273 باشه. پس یادمون باشه صفر کلوین معادل منهای 273 درجه سلسیوس هستش. پس من اگر یک دماسنج سلسیوس در نظر بگیرم، این دماسنج سلسیوس باشه، دمایی رو که برای اندازه‌گیری سلسیوس استفاده کرده بودن، برای مدرج کردنش استفاده کرده بودن، دماهایی بودن که صفر و صد میشون گفتیم. اصطلاحا بهش میگیم نقاط ثابت دماسنجی. یعنی برای مدرج کردن دماسنج ما نقطه ذوب یخ و نقطه جوش آب رو در نظر گرفته بودیم. یعنی صفر درجه و چند درجه؟ 100 درجه. بعد اومده بودیم بین 0 تا 100 رو به 100 قسمت مساوی تقسیم کردیم، هر قسمت رو 1 درجه سلسیوس گفتیم. حالا اگر ما دماسنجمون رو کلوین در نظر بگیریم، یعنی فرض کنید دماسنج کلوین داشته باشیم، در دماسنج کلوین 0 درجه سلسیوس معادل چقدر میشه؟ 273. میگی چرا؟ اینجا نگاه کن، در واقع صفر کلوین ما منهای 273 درجه سلسیوسه. پس 273 تو اگر بیاد بالا به صفر سلسیوس میرسه، به 273 کلوین میرسه. 100 درجه رو اگر بخوای در نظر بگیری چقدر میشه؟ 100 تا به این اضافه کن، نتیجه میشه 373. پس صفر کلوین شما معادل منهای 273 درجه سلسیوس خواهد بود. اگر این دوتا رو روبروی هم بکشید و با هم مقایسه کنید، یه نتیجه اخلاقی میتونید بگیرید. اون چیه؟ فاصله درجه بندی ها یکسانه. یعنی هر یک درجه کلوین معادل یک درجه سلسیوسه. چرا؟ چون از 0 تا 100 100 قسمته، از 273 تا 373 هم 100 قسمت. پس هر قسمتمون میشه چقدر؟ یک درجه کلوین. این رو بهش میگن مدرج کلوین، درجه بندی کلوین، و این رو هم بهش میگن درجه بندی سلسیوس. پس اگر من بخوام رابطه بین این دوتا رو بنویسم، میگم درجه بندی بر حسب سلسیوس هر چی باشه، یه 273 رو بهش اضافه کنی کلوین میشه. مثلا 0 درجه سلسیوس میشه 273 درجه کلوین، 100 درجه سلسیوس 273 رو بهش اضافه میکنیم میشه 373. پس اومدیم رابطهش به این صورت یاد گرفتیم، تی دما بر حسب کلوین مساویست با تتا به علاوه 273 درجه. حاصل این میشه بر حسب کلوین. اما میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت که تو این تست میخوام بهتون نشون بده.
دمای جسمی بر حسب کلوین 4 برابر دمای آن بر حسب درجه سلسیوس است. دمای این جسم چند درجه سلسیوس؟ 73, 91, 146, 182. ببینید بچه ها، من اول میام داده مثلا میرسم تی مساویس با 4 تتا، خودش گفته رابطمون چی بود؟ تی مساویس با تتای علاوه 273. اگر به جای تی بنویسم 4 تتا مساویس با تتای علاوه 273، اینو بیارم طرف اول، 3 تتا مساویس با 273، تقسیمش میکنیم. 273 تقسیم بر 3 میشه 91 و گزینه درست گزینه 2 میشه. حالا من یه چیز رو میخوام اینجا بهتون بگم، مقدار تغییرات دما، مثلا بگی 1 درجه زیاد شده یا 1 درجه کم شده، چه درجه سلسیوس بگه چه درجه کلوین بگه فرقی نداره. یعنی من میخوام ثابت کنم دلتا تتا با دلتا تی با هم برابر. چه جوری؟ نکته، اگر من بیام بنویسم تی 1 دما در حالت اول میشه تتا 1 به علاوه 273، در حالت دوم تتا 2 به علاوه 273. حالا من میخوام این دوتا رو از هم دیگه کم کنم، میخوام ببینم که تغییرات دما چقدر میشه. پس اگر بنویسم دلتا تی مساویس با تی 2 منهای تی 1، میتونم به جای تی 2 تتا 2 منهای 273 به جای تی 1 هم مقدارش رو قرار بدم. تتا 2 به علاوه 273 منهای تتا 1 منهای 273، چرا؟ چون منفی در اینم ضرب میشه. حاصل من میتونم 273 رو با 273 خط بزنم. چی باقی میمونه؟ تتا 2 منهای تتا 1. حالا نتیجهش چی میشه؟ دلتا تتا با دلتا تی با هم برابر. پس اینو به خاطر بسپارید، تغییرات دما در هر دو مقیاس کلوین و سلسیوس با هم برابرن. اینو بر بچه هایی گفتم که وقتی واحد ها رو تعریف میکنیم میگیم بر درجه سلسیوس یا بر کلوین، شاکی میشن آقا بالاخره سلسیوس یا کلوین؟ سلسیوس و کلوین که با هم فرق دارن. میگم ولی دلتا تتاشون فرقی نداره با دلتا تیش. اونجا هم واحد ها رو دارن تعریف میکنن بر حسب دلتا تتا و بر حسب دلتا تی. یادتون باشه برمیگردیم. یک دماسنج مخصوص نقطه ذوب یخ را 20 درجه و نقطه جوش آب در فشار 1 اتمسفر را 100 درجه نشان می‌دهد. این دماسنج دمای جسمی را که 25 درجه سلسیوس است چند درجه نشان خواهد داد؟ ببینید دوستان، من می‌خوام امروز یه چیز خیلی خیلی مهم بهتون یاد بدم. دقت کنید، ما برای اندازه‌گیری دما از دماسنج استفاده می‌کنیم. دماسنج‌هایی که تا الان کار کردیم سلسیوس و کلوین بوده. سلسیوس برای مدرج کردن دماسنج خودش نقاط ثابت دماسنجیشو نقطه ذوب یخ و نقطه جوش آب گرفت، یعنی 0 تا 100. اون رو به 100 قسمت مساوی تقسیم کرد و هر کدوم رو گفت چقدره؟ 1 درجه سلسیوس. کلوین هم همین کار رو انجام داد، فقط 0ش رو در منهای 273 درجه سلسیوس گرفت. هر 1 درجه کلوین 1 درجه سلسیوس هم بود. حالا من میخوام یه دماسنج بسازم به نام خودم که درجه بندی با سلسیوس فرق کنه. چه جوری؟ میگم نقطه ذوب یخ رو اون 0 گرفت، من 0 خوشم نمیاد، میخوام بذارم 20. نقطه جوش آب رو اون 100 گرفت، من مثلا بگیرمش 50. اون بین 0 تا 100 رو به 100 قسمت تقسیم کرد، من 6 قسمتش میکنم. هر 1 قسمت از این تقسیم بندی خودم رو میتونم اسمش بذارم 1 درجه شابدین یا هر اسمی که دوست داشتید براش بذارید. اینو بهش میگن درجه بندی نامشخص، یعنی هر کسی میتونه برای خودش یک معیار و یه مقیاس درست کنه. خب عیبش چیه؟ هیچ استاندارد نیست. ما یه استانداردی رو تو سیستم بین‌المللی SI پذیرفتیم، طبق همون باید رفتار بکنیم. حالا اگر احیانا یه دماسنج نامشخص به ما دادن، ما میتونیم با مقایسه کردن بفهمیم که این دمایی رو که این دماسنج نامشخص نشون داده استانداردش چقدره. چه جوری؟ ببینید، من یه دماسنج استاندارد دارم به نام سلسیوس، یه دماسنج نامشخص هم دارم به نام X، حسن، تقی، نقی، شابدین، هر چی دلتون خواست. دماسنج استاندارد من 0 درجه رو نشون میده، 0 درجه استاندارد من رو دماسنج نامشخص 20 نشون میده، 100 استاندارد رو 100 نشون میده. حالا میگه 25 درجه سلسیوس رو چند نشون میده؟ میگم اگه این دوتا رو کنار هم بکشی با هم مقایسهشون کنی، از نظر هندسی فاصله بین 0 تا 25 با چی برابر هست؟ با x تا 20. فاصله 100 تا 0 100 تا 20. پس من میتونم خیلی راحت بگم 25 تا 0 100 تا 0 x تا 20 100 تا 20. میتونم یه تناسب برای خودم بنویسم، هیچ فرقی هم نمیکنه. فقط یادتون باشه نسبت تناسبی که میخوای بنویسی باید استاندارد باشه. من میام یادداشت میکنم، میگم 25 منهای 0 این رو اومدم با معادل خودش اون طرف نسبت نوشتم، یعنی نوشتم 25 منهای 0 بر روی x منهای 20 مساویس با اون طرف چی میگیرم؟ 100 منهای 0 100 منهای 20.
حالا این 25 میشه، اینم که 100، با هم ساده بشن میشه 400، منهای 20 هم که میشه چند؟ 80. یه طرف این وسط این کنیم، اون چیزی که به دست میاد برابر است با 1 روی x منهای 20 4 بر روی 80. اینا رو اگر با هم دیگه ساده شون کنیم، 20 رو بیاریم طرف اول، جواب میشه 40. یعنی دماسنج نامشخص شما 25 درجه سلسیوس رو 40 درجه نشون میده. یه دانش آموز دستشو میاره بالا میگه آقا شاهبدین یه سوال دارم، شما دارید قضیه تالس می‌نویسی؟ آره. دارم نسبت می‌نویسم. تناسب این دوتا رو از لوح مثلث شما تصور کنید، دقیقاً داریم نسبت تناسبشون رو می‌نویسیم. هیچ اشکالی هم نداره، همیشه هم درسته. رابطه ای هم داره به صورت تستی که معمولا بعضی از همکارا میگن، ولی به نظر من هیچ ضرورتی نداره، به راحتی میشه از این طریق هر مسئله ای هم که بدن حل کنیم، مشکلی هم پیش نمیاد. بیاید یه سوال دیگه هم ازش حل کنیم که قشنگ برامون جا بیفته. دماسنج دمای 20 درجه سلسیوس رو 30 درجه و 24 درجه سلسیوس رو 36 نشان میدهد. این دماسنج دمای ذوب یخ در فشار یک اتمسفر رو چند نشان میدهد؟ 0، 40، 60 و 20. ببین بچا، دماسنج استاندارد شما دمای 20 درجه سلسیوس رو نشون میده، اما دماسنج نامشخصتون 30 رو داره نشون میده، یعنی مقیاس تغییر کرده. 24 و 36 می خیلی خوب، الان 0 درجه رو اون چند نشون میده؟ من برای حل این سوال میام دو تا دماسنج برای خودم میکشم، دماسنج استاندارد و غیر استاندارد. صورت سوال گفته 20 درجه رو 30 نشون میده، 24 درجه رو 36 نشون میده، 0 درجه رو چند نشون میده؟ من وقتی میخوام نسبت بنویسم فقط باید دقت کنم، الان 30 منهای x، 36 منهای c، 20 منهای 0، 24 منهای 20. وقتی میخوای نسبت بنویسی، رای روبروها رو تقسیم بر هم میکنیم مساوی میذاریم، یا روی هم تقسیم میکنیم، یعنی 30 منهای x بر روی 36 منهای c مساوی با 20 منهای 0، 24 بر روی منهای 20، یا 30 منهای x بر روی 20 منهای 0، 36 منهای c، 24 منهای 20. یعنی همون قضیه تالسی که داشتیم. من میام می‌نویسم 30 منهای x بر روی 20 منهای 0 مساوی با 36 منهای c بر روی 24 منهای 20. صورت کسر میشه 6، مخرج میشه 4. پس می‌نویسم 6 رو با 4 دو مرتبه، 2 با 20 میشه 10، 10 ضرب در 3 میشه 30. پس داریم 30 منهای x مساوی با 30، اینو میارم طرف اول، 30 رو طرف دوم، حاصل برابر با 0 میشه. یعنی دماسنج غیر مشخص و غیر استاندارد شما هم دمای 0 درجه سلسیوس رو داره 0 نشون میده. این وسیله رو اصطلاحا هم بهش میگن مدرج کردن نامشخص، و این دماسنج ها رو بهش میگن دماسنج های نامشخص.